حاشیه تی وی. دوستان عزیز سلام، احترام و امید است که جور ساعت من طرفایتون خیر و خیرتی باشه. یک روز اگه خوب و خوش را پشت سر مانده باشید عزیزای دل، احترام ما در قدم اول از الف تا بیا به تمام پرسنل صفه، از بزرگا تا جوانای صفه ما و شما، انشاءالله که هر جای هستید جور و آرام و خوش و خندان باشید. جا داره که ما به نوبت خود از تکاتک شما بزرگوارا تشکری بکنیم که در قسمت برنامه کفترهای پتن یا مرغابی یا ششتری یا یک کفترهای سینم نظرات خود نداشتید. نظرات تک تک شما عیزا قابل قدر است. بسیار سخنهای شیرینی بود به صفحه. پیام را متاسفانه که کلگیشان نتانستم بشنوم و تا جایی که از دوستا و عیزا را پیامایشان شنیدیم بسیار نظرات نیکی بود. بازم جهان سپاس از تکاتک شما بزرگوارا. شوقیای گل همین رقمی که بروی پوستر نوشته هست که اوصاف کفترهای پتن یا جنسهای کفترهای پتن، ما امروز کوشش میکنیم که از اوصاف صحبت نکنیم، فقط شناخت کفتر پتن یا جنس خاندان پتن هم به تشریح بگیریم که شما دوستا و عزیزا تشریحات خود نداشتید. نظرات تک تک شما عزیزا قابل قدر است. دوستای عزیز، در قسمت از این که فرق بین ششتری یا مرغابی چی هست یا کفترهای پتن و کفترهای سینه چی هست، انشاءالله در طول برنامه صحبتهای خود خود داشتیم که برخوردار از خاندان پتن که ما نام بگیریم که ششتری باشه، مرغابی باشه و کفترهای پتن است، کفترهای سینه هست و کفترهای یک لخت است. انشاءالله در طول برنامه سر دانه دانه از اینا صحبتهای خود خود داشتیم و ویسارم تا کوتاه‌تر روان بکنم که به بعض دوستا زمانگیر نباشه. فرق بین یک کفتر ششتری که ما چه رقم کفتر را میتونیم ششتری بگوییم و چه رقم کفتر را میتونه مرغابی بگویم. دوستای عزیز، فرق ششتری یا مرغابی اونقدر زیاد نیست، فقط با پرش هست. اگر از لحاظ پر، یعنی که پر چند پر رنگه باشن، او کفتر میره به جمع کفترهای مرغابی. مرغابی اینار فرق مرغابی قد کفتری پتنچی هست. ما امیر قمی که در تصاویران میبینیم که خیلی دوستای ما هست، عیزای ما که شوق میکنه کفترها را به تصویر میکشن و الان میگه سعی بکن که چه یک مرغابی خوبیش هست، در صورت که او کفتر پتن است. شوقی گل بحث ها میرقم شد که دوستا و عیزای ما گفت که ما کفترهای سوز مرغابی را دیدیم، یعنی که کمی کفترهایی که پتن، ما فعلا سوز پتن یاد میکنیم، در صورتی که او کفترک ها سوز مرغابی هست. سوز پتن یا کفترهای خاندان پتن، غباری که از طوق به پایان آمد، حال طوق ها میشه که بلندتر و پایانتر باشه، طوق کدام اصلیت کفتر تغییر نمیتم، یعنی که بعضی دوستا گفت طوقش اگه بالاتر باشن او میشه مرغابی، اگه طوقش مثال پایانتر باشه او کفتر میشه گفت که پتن، در صورتی که با اون نیستم. طوق یک دیست که داره که از سر شروع میشه که اما نقش طوق است، حال یکی پایانتر است یکی بالاتر است، او کدام جایی را نمیگیرم، مگر غباری که به سینه اضافه میشه، یعنی هر گونه رنگ دیگه که به سینه اضافه شد، او کفتر به جمع پتن میره. مگر بتونم یک چند تا تصاویر که جور کردیم از کفترهای شما عزیزا هست اما را به صفحه روان بکنم که بتونم یک خورده رویشی واضح تر صحبت بکنم. دوستای عزیز، این چند تا تصاویرهایی که به صفحه قد شما نازن نا به اشتراک موندیم، کفترهای تصاویر اول و دوم مربوط میشه به کفترهای ششتری، که اگه ما تصاویر بالا را میبینیم یک سیاه ششتری هست که میبینیم طوق خود تا گردن دارم و قسمت بال سفیدی خود دارم، یعنی که قسمت سینه را میبینیم چیزی را نداره به خود. کفتر اگه ما تو سفید یک دست هست، یعنی فقط از امو سر تا گردن خود کمی طوق از ختم میشه، دیگه با بال کلن بال و جانش سفید است. اینار باز یا دمرنگیش هم هست و دمسفیدش هم که فعلا به تصاویر مشاهده میکنید. عزیزان دل، این کفترها کلن به جمع کفترهای ششتری میره، یا یمی که زرد ششتری که باز به تصاویر دوم میبینید. این کفترک زرد مرغابی بود
به مرور زمان که کفتر سند خود بالا برد، کفتر سفیدی به پر خود آورد، یعنی کمی شاپرا کلن سفید شد. حالا شاید یک پر را زرد داشته باشه یا مرم ندارم، این کفتر ما دیگه نمیتونیم بگویم مرغابی، چون از امو زردی یا سیاهی یا سرخی پر خود برخوردار نیست. این کفتر میره به جمعی ششتری ایزای دل. به تصاویرهای دیگه ما میبینیم که دو دانه کفتری پتین است و یک کفتری ساوز مرغاوی هست. ساوز مرغاوی برخوردار از این میشه که به سینه خود اصلا کدام نقش و چیزی را نداره، کمی فعلا دوستا و ایزای و شوقی ما این کفتران را به نام ساوز پتین یاد میکنم، مگر یا ساوز پتین نیست یا ساوز مرغاوی هست. یعنی من چیز مرغاوی هارم براتان میگم که مرغاوی چرا ما میگیم. کفترهای پتین که گفتیم، پتین برخوردار از امون غبار سینه خود میشه. در اصل در قدیما اگر ما کفترهای پتین می دیدیم، کفترهای پتین ای که آلی در زیر سینه یا چاتو یا قسمت پاهای خود سیاساخته، یک اوصاف اضافه هست که به کفترهای پتین آمده. ما پتین میگیم، پتین یعنی که یک کفتری که اول بیاییم که نامای از این کفترها را ما بتانیم که توضیحات بتیم که کفتره بچه چرا به این نامه یاد میکنیم. اگر یک کفتری سینهی که باشم در سینه خود چند تا گل مختلف داشته باشه، حالا یا زرد باشه یا سرخ باشه یا سیاه باشه برنگام، مگر میبینیم که یک سفیدی در قسمت سینه خود آورد، او کفترها دیگه از جمع سینه خلاص میشه، مربوط به کفترهای پتین میشه. کفتر پتین همیشه از همون غبار سینه، یعنی که یک رنگ اضافه ای که به سینه خود میاره، حتما این نیست که باید از همون زیر توقای وازم داریم، توق نیم توق داریم، توق بسته داریم، وازم قسمت سینه را مایتو پتینای هست که پتینای غبارالود هست، یعنی که هم سفید هم سیاه، که در اصل پتینا همو هست ولی شوقی ها در اخیر رویش کار کرده که یک اوصافی اضافه ای را به کفتر آورده که من نمای زوره بهتر ساخته. کفتر را از زیر توق میبینیم که یک توق بسیار خوبش داره، از زیر توق تا زیر چات زوره سیاهی را داره. او یک اوصاف اضافه هست به کفتر. نرمال کفترهای پتین اگر میبینیم چاتای پایش یا چیزای سفیدی داره، او عیب به کفتر پتین نیست، چون جنسش همو هست. این تصاویر دیگر که شیر کدوم ایره شوقی های ما به نام سیاه مرغابی یاد میکنم، مگر در اصل سیاه مرغابی این است. کفترهای آل گفتیم به جنس های هر کفترهای ما که اگر صحبت میکنیم، اگر به ششتری صحبت میکنیم، از همون چهار رنگ خود برخوردار هستم. اگر به کفترهای مرغابی صحبت میکنیم، باز هم همون رقم به رنگ های خود برخوردار هست، کلمی از همون چهار گونه رنگ خود هست. و به کفترهای پتین و به کفترهای دیگه، به کفترهای پتین آل میشه که میکس های رنگ های دیگه باشه که سر از اونام خواد صحبت های خود کردیم. این کفتر اگه عکس آخری که میبینید، این کفتر عزیز دل، این کفترها به جمع پتین میره، یعنی که کفتر مرغابی نیست. شاید هم سفیدیش یک خورده نسبت به چیز سیاهی زیادتر باشه، مگر این کفترها کلن باز به جمع پتین میره، چون هم توقع علاق میته باز میبینیم که در قسمتی سینه یا قسمتی زیر دل خود سیاهی که به خود آورد کفتر پتین شد. شوقی گل در قسمتی فرق ششتری و مرغابی صحبت های خود داشتیم. ششتری و مرغابی فرقش به همون یک قسمت بال بود، که آنه که یک کفتری که بالش سفید می باشه و ششتری هست و بسیار اما تو چیز نزدیک را به خود داره، و کفتری که پرش رنگی می باشه و کفتر مرغابی گفته میشه. به توقش نیست که توقش بالا باشه یا پایان باشه، فرق نمکنه. و میاییم صحبت از سری از این میبریم که فرق یک مرغابی و کفتر پتین به چی هست. کفتر پتین فرقش با مغبار سینه هست، یعنی که یک رنگی به سینه اضافه میکنم، حالا میشه که زیادتر باشه، مثل همی تصاویری که از چشک اگه ساوز پتین من داختم، میشه که زیادتر باشه، میشه که کمتر باشه. با کفترهای فرق پتین یا فرق سینه چی هست؟ کفترهای سینه از ازای دل ما و شما وقتی میگیم که سیاه سینه یا سرخ سینه یا زرد سینه یا ساوز سینه، از رنگ یک دست خود برخوردار باشه،
یعنی که هیچ رنگ دیگر هم به قسمت سینه اضافه نکنم. ما یک کفتر را میبینیم که کلا نموت یک دیست است، مگر در قسمت سینه چند پر سفیدی داره. او کفتر یعنی توق دیگر نداره. ما او کفتر ما نمیتونیم بگیم سینه هست، او کفتر به جمع پتین میره. از قسمت کفترهای شیشتری یا مرغابی یا پتین یا سینه خلاص شدیم، میم در کفترهای یک دیست که از جنس کفترهای پتین هست. اینار ما به می یک دیستا کفترهایی که یک لخت است یا کفترهایی که یک دیست است، رنگای از این هم به گناه همی چند رنگ خود داره که اگر سوز است، سیاه است یا سرخ است یا ای که میبینیم زرد است، اینا باز به مو شکل خود به ردیف خود نامای مختلف خود داره. اگر به سیاهش هست ما میتانیم رزاق بگیم، و اگر یک دم سفید را به خود اضافه کرد او رزاق دم سفید میگیم. اگر سرخ است ما او را میتانیم که بگیم آتشی بگیم، و اگر دم سفید شد او کفتر یک آتشی دم سفید میگیم. اگر زرد است ما میگیم زرد کایی، و اگر دم سفید شد میگیم زرد کایی دم سفید است. و به قسمت های سوزش که باشه ما میگیم سوز غوره ای، اگر که مثال دم سفید باشه سوز غوره ای دم سفید میگیم با او کفترها. یعنی که این کفتران به ردیف خود هر کدام به مجنس خود نام خود داره. عزیزای دل، در قسمت کفترها یا خاندان کفترهای پتین برمیگرده به سوزای روشن هم برمیگرده که ما فراموش کرده بودم. سوزای روشن حال ما داریم، دوم رنگی بود نمیدانم، دوم سفیدش هم داریم، یا هم برمیگرده به خاندان پتین است. حال ما و شما فهمیدیم که هر کفتر باید با نام خودش یاد شوم. اگر پتین میگیم بنزین لات میگیم، اگر کفتر سینه میگیم بنزین لات میگیم، اگر مرغابی هست اینی لاتش هست، و اگر شیشتری هست و و غیره کفترهای دیگه، خوب است که به نام خودش یاد شوم. ما دوستا و عزیزا پیشتر یک صحبتی بود، یک سوال بود که به صفحه خلق شد که می کفترهایی که حالی که ما و شما فرق کفترهای پتین و سینه را فهمیدیم، یک کفتر را میبینیم که از قسمت بال یک بال خود سفید است، مگر کفترک توق داره. ما او را آیا سیاپتن چپ برش بگیم یا سرخ یا زرد در قسمت رنگا چی میتونیم صدا بکنیم؟ یا یک کفتر را میبینیم که کلن سینش سیاه است ولی یک بال سفید است، او کفتر اینا را ما چی میتونیم صدا بکنیم؟ ما میتونیم که اورم سیاه پتن چپ بگویم یا سرخ پتن یا زرد پتن چپ بگویم، یا ای که نه به نام خود کفتر یاد شوه. ما یک کفتر را شناختیم که اگر میگیم سینه، نام کفتر اونمو هست، اونمو اوصافی که در بالای اونمو کفتر است با مو نام ما او را میشناسیم. اگر میگیم پتن، از قسمت طوقی که به چیز سینه آوردن با او علت ما میگیم پتن. پس چپش اگر پتین باشه، حال برنگایش فرق نمکنه، سیاهش باشه سیاه پتین چپ است، سرخش باشه سرخ پتین چپ است. این که دوستا و ایزا میگه در قدیما ما همی رقم گفتی، یک رواج هست، رواج خیلی چیزا شاید باشه، مگر اصلاحات چون به شوق زیاد آمده نسبت به قدیم اصلاحات زیاد آمده، پس کوشش بکنیم که اونما قدر نامایی که در بالای از یا میایه طبق از امون نامه ما شناختیم کفترم، چرا خیلی کفتر سیاسی نره یا سرخسی نره یا زرسی نره، امیر به نام پتین صدا نمه کنیم، چون از یک دستی رنگ خود برخوردار است. اگر سرخش است توق داشته باشه و یک بالش سفید باشه او به جمع پتین است و رنگای دیگش، و اگر کفتر سینه هست و یک بالش سفید است، ما اول نام کفتر را باید بفهمیم که نمی کفتر به نام چی یاد میشن. کفتر اگه سینه هست، خب پس نام زو در بالایش هست، این می چپی میره در بالای اونمو چی نام زو. تو کفتر را شناختی، به نام سیاسی نگفتی، سرخ سینه گفتی، زرد سینه گفتی، کفتر چپی خود برخوردار است، سیاسی نه چپ میشه. درسته تغییرات گفتم، اصلاحات به شوق زیاد آمده. همین رقم که دوستا و عزیزای ما گفت چهات کفترهای پتین در قدیمایی نبود، ولی امروز یک اوصاف اضافه هست به کفتر که اگر میبینیم چهات کفتره
کلا سیاه ساخته، پاچه های کفتر سیاه ساخته. یک اوصاف اضافه به خاندان پتین است. دو سا ما میگه که چون یک رواج یا یک از قدیم همی چیز مانده سر از کفتر ها که به نام سیاه پتین چپ یاد بکنم، ددان کلگ شیشته و نمو بیایید که ما و شما همیره و شکل روز آپدیت بکنیم، چون غیر ما و شما کفترهای افغانستان دنیا میبینه، اما حداقل از نام از او که هر کفترهای اینجا به خود تذکره داره، پاسپورت داره، کنده نامه داره که میزنی تا نمو نسل و نبیریش برات میکشه. ما هنوز یک نام کفتری افغانستان یک نام به نام خودش یاد نمیتونیم بکنیم. اگر کفتر شیشتری است مرغابی میگیم، اگر مرغابی است او را به پتین میگیم، اگر پتین است او را به نمیدونم مرغابی میگیم. کوشش بکنیم که اولمو شناخت یک کفتر را پیدا بکنیم. ما شما که حالی آمدیم شناخته، چرا ما نمیتونیم که کفتر ما چرا جوگی میگیم؟ جوگی با مگل سرش است. خب اگر مگل سرش هم نباشه کفتر آتشی میشه دیگه، او را میتونیم جوگی صدا بکنیم؟ یک مثال بود که براتان کشیدم. اگر به رنگ است اونمو که اونمو فرق داره، یه هم فرق داره به خود. یک کفتری که از یک اوصاف خود برخوردار است، یک کفتری که یعنی بردی ردبندی اگر بخوای حساب بکنیم، کفتر سینه از تاریکی رنگ به وجود آمد، کفتر از همی جنس کفترهای پتنگ. دوستا و ایزای ما میگه که یا چکیده نمیدانم زاغ و الان و فلان است. نه ایزای دل، در قسمت اشتباه پیش میرید. در قسمت دانش رنگ معلوماتتان غلط است. یعنی کفتر پتنگ جنس پتنگ از زاغ با وجود آمد. شما چه رقم میتونید که یک سفیدی را به کفتر زاغ اضافه بکنید؟ کی تانسته؟ سیار شما سفید بسازید، او رقم نیست. ایزای دل، من یک تصاویر که شما نازنینا شریک بسازم، همین رقمی که به تصاویر میبینید، این کفترها کفترهای افغانی نیست. این کفترها از همین جنس کفترهای یعنی کفتر کلن کفتر نقش هست، کفتر هست، کفتر شو هست، از همین نسل کفترهای ما و شما. کمی دانشمندا عمر خود در پای از این کفترها ماندن و اصلاحاتی که بابا امروز ما و شما به در شیرازی را که شیرازی جوره میکنیم، خود چه شیرازی میگیریم ازش؟ پتین قد پتین جوره میکنیم، چه پتین ازش میگیریم؟ ولی اگر در سر پیدایش صحبت بکنیم، میریم پس سر قاصدگان میریم. ما با قاصدا کار نداریم. کفترهای قاصد هنوز هم چیزهای خود داره. اگر ساز گپ میزنه، سیاه گپ میزنه، هر چی که هست با مون کفترهای قاصد مربوط میشم و همون نقشه و همون چیزها هم داره. از ما یک کفترهای نقش است. کفترهای هستن که در هر قسمت از کفترها زحمت کشیده شده که امروز این کفترها برای ما و شما این رقم یک کفتری شو شده، یک کفتری نمایشی شده. ما و شما صحبت ها را در صفحه میشنیم که جنس های کفترهای پتین یک دمتا ناخوانده امضا کرده و آمده به بدان از این و از او انداخته. خوبه که ما و شما تحقیق میکنیم. ما هم شنیدیم که ولی این کفتر جنسش اونوسته اونوسته اونوسته، دست از کدام سند ما گپ میزنیم؟ یک دوست ایزای ما سالها پیش بود میامد صحبت میکرد، میگفتم این جنسی شاید دوستا با یادش مانده باشه، جنس سیاجوگی را نمیدونم از فلان خان یک کفتر را جوره کرده بود، قد باشه جوره کرده بود که نمیدونم قد باز جوره کرده بود، سیاجوگی با وجود آمد. دیدگاه ما و شما با اونجا نباشه، تو کتابی نباشیم، تحقیقات بکنیم. این کفتر ها کلش بر میگرده به می نقشی که ما و شما داریم. اصلاحات از این کفتر ها میبینید که از کفتر سفید شروع شده.
و غیر از صدها اسناد دیگر هم براتون میکشم که کفترهای نقش گزینه سفید بوده. شما چه رقم میتونید یک زاغ سفید بسازید که میایین دوره با کفترهای پتین یا کفترهای چیز را بازی گونه میتید کنی چکیده زاغ است، نه ازای دل. زاغ بر ردبندی خودش گفتم بر ردیف چندون قرار میگیره. در جنس کفترهای پتین شیشتری نقش بسیار مهم خود داشته. همیال ما و شما یک مثال را میزنیم. چرا این سیاسینا را که ما آوردیم همیتا سیاسینه ساختیم، چیزی که بدل ما بود، از یک رنگ خوب برخوردار کردیم، این کفترها را چرا که ما سیایی را بهش اضافه کردیم؟ خب کفترهای زاغای یک دیست آوردیم زدیم که جنس پتینه سیاتر بکنه، که یعنی یک رنگ خوبیش برش چیز بکنه، مستفیدی ها یا چاتای پای یا نمیدانم پان و بالایش کم بکنه، از زاغ استفاده کردیم. ما ناوردیم سفیدی رو برای چیز بکنیم. کفترهای امیال میبینیم یک پتینه میگیریم قد یک مینا جوره میکنیم، چون او از سیایی خود برخوردار است. امروز ما و شما میبینیم که کفترهای پتین ما کیانه به سابق اگر چاتش سفید بود یا پاچای سفید بود از یک سیایی خود برخوردار شده. همه دو ناخوت آقا دارم تنمای کفتر یک چیزی را اضافه ساخته، یک اوصاف خوبی است. او را از نقش سیاه ما استفاده کردیم، یعنی کفتر زاغم و تاریکی نقش سفید ما اضافه کردیم. در این قسمت میبینیم که یک دو تا تصویر دیگر هم انداختیم که یک تصویرش نقاشی هست و یک تصویر اورجینالش هست. ما متاسفانه که امکانات به افغانستان اگر اصلاحاتی که گپ میزنیم، ما هم کفتر جنس خودش هم اصلاح میسازیم، یک چیزی نوآوری نمیتونیم بکنیم. این مردم نوآوری میکنن. اصلاحات اصلی که ما اصلاحات گپ میزنیم شاید که در چیز باشم عریف گپای ما کس نشوه، اصلاحات اینا میکنن. اصلاحات یعنی که یک نوآوری، یک چیزی را نو آورد، کفتر یک تغییری برش داد. ما فقط سرمون نقطه هایی که بسیار ریز سرمون کار میکنیم، از خود کفتر یک جایش را اصلاح میکنیم، اگر قسمتی سر روی، اگر قسمتی نمیدانم قد و بستش هست، اگر قسمتی چیزش هست، یعنی که ما با کفتر کدام رنگ دیگر اضافه نمیتونیم بکنیم. این تصاویرهایی که میبینید کلن کود بندی هست، کود یکش چقدر نفر چقدر زمان سرزو کار کرده تا او رو ساخته و کود دویش هم امیرقم از خود یک فلسفه بلند را به خود داره، نه تنها به قسمت از کفتر باشه، با کفترهای دیگه هم هست. این که ما پشت همی چهار دانه رنگی چیز گرفتیم که والا پیدایش کفترها این زی رنگا هست، تزو خوی شکی نیست که ما استعمال کردن تخمدانای رنگ به این کفترهای دیگه هم اضافه کرده باشن، ولی حداقل ما هم همو پیدایش نقش خوده به قاصد ما کار نداریم. همین کفترهای نقش یا کفترهای شو همیارا ما پیدایش را صحبت سرش بکنیم. این تصاویر دیگه هم میبینید اینیا کلکشان کود بندیست، اینی کفترهای هستن که اینمی دانشمند ها سر ازی کار کردن، استاد ها سر ازی کار کردن، علم سر ازی کار کردن. نامده که دو دانه کفتر جوره بکنه ولی ای را قضو بزن و را قضو بزن، ما اصلاحات به کفتر آوردیم. سر هر گونه جنس ها از یا که جور کردن سالها وقت زمان ده بر بردن. میم از بس دور نمیریم، در کفترهای ششتری گفتیم بالای سفید، یعنی که از سفیدی بال برخوردار باشن، کفتر ششتری گفته میشن. کفترهای مرغابی، چرا مرغابی میگن؟ چرا نام از مرغابی مانده؟ به خاطر امو پر رنگی بال کفترها نامش مرغابی شده. این نام تنها به افغانستان نیست. ما یکان شوقی های ما رو میبینیم میگه ولی این کفترک از بال پتین است. غلط است، اصطلاحات غلط است. از بال پتینش دیگه چیسته؟ کفتر که از بال رنگی شد او کفتر مرغابی میشه. میتونید بگید که از بال مرغابی هست. اصطلاحات یا این نام اصلا به کفترهای افغانستان تنها نیست. مرغابی نام که در بالای از اینا چی شده همین خارجی ها ما میرقم همون نام استعمال میکنن. ما همون
یک قسم مرغابی هایی داریم که ما واره به نام قرمپوری صدا میکنیم یا به نام فارسی چیزش بگیم، به نام لگ لگ بگیم. یک رقم مرغابی هایی هست که در دریا میشنن، از امو خاطر امو نام از دوره گرفته، او از سفیدی خود برخوردار است، مثل کفترهای اگر پتین میگیم، اگر سینه میگیم، اگر نمیدانم مرغابی میگیم، مثل نمی هست. سفیدی های بالای خود پشتی بالی خود داره، پشت بال کلن سفید است، مگر پرا رنگی هست. از بال پتین اصطلاحاتش غلط است. شما سرچ بکنید به هر کشورهایی که چیز مکنید، همین کفترها را مگر به مو نام از همون کشور به مرغابی صدا میکنه. شوقی های گل یک قسمت ازی که نامای کفترها را ما اینا را فهمیدیم، اینا را میریم سر قسمت بال صحبت میکنیم. کمو یک توضیحاتی در قسمت بال داده شوه. کمین دوستا و عزیزای ما، بال اصلا مربوط نتا به خودی چیز کفتر، بال از خود نام دیگه جداگانه داره. این مردم به مو سابق که روی زمین همین دانشمندا از یا کار کرده که از پر شاپرا را بگم یا مو تیرای کفترا را بگم، از دو بوده به سه رسانده، از سه بوده به پنج رسانده و به هفت رسانده و به هشت رسانده و آل اینم به از دم تیر کرده. میگه که هرچی که نمی چیزش یک خورده زیادتر باشه، اینم به 12 و 14 باشه، کفتر خوب میکنه. مگر ما او چیز نمیکنیم. شوقی ها خوش داره که ما پرای بالای کفتر اگر به جنس پتین است یا اگر به جنس مرغابی است یا اگر به جنس های سینه هست، هشت پر باشه، هشت تا درم استاندارد چیز از ماست، یعنی که نمای یک چیز کفتر است. یک پر خوب از 8 تا 10، حال 6 باشه 7 هم باشه مشکل نداره، مشکل نداره. یکی زیادتر میشه تا در میرسه او یک اوصاف به کفتر است. اگر 10 11 شد میره به جمع مینا، یعنی که 11 میشه یا 12 میشه یا 13 میشه، او کفتر رفت به جمع مینا. اگر باز بال کامل رنگ خود داشت، یعنی که از سر بال تا بادخانه را یک رنگ چیز خود داشت، حالا ازای مامور مینا میگم دوستای عزیز، او مینا نیسته، او کفتر دو باز زیاد میشه، یعنی بال بسته دو باز زیاد میشه. عزیزای دل، همه رقمی که صحبت ها را سر خود کفتر داشتیم، کفتر نام خود داره، اصلا به بال از او مربوط نمیشه. بال نامای جداگانه خود داره که چه رقم یک بال باشه اونمو به اون نام خودش یاد میشه. اول خوب نام خود کفتر است، باز در قسمت بالش که میرید، اگر از بال ششتری میشه، اگر از بال مینا میشه، اگر از بال دو باز هستم، قسمت بال نام خود جدا داره. اول نام خود کفتر گرفته میشه، باز در قسمت بال میرید. این تصاویرم که میبینید مربوط به موبالا هست که ما آل مرغابی میگیم. این مردم به نام خوابالی به زبان چیز هلندیش به نام اوی فردایب میگم، یعنی که کفتر دریایی یا یک لگلگ یا همو مرغابی. خود ما از قسمت بال هر چیز به خود یک نام را داره. اگر قسمت خود کفتر هست، کفتر نامشه بگیرید، باز قسمت بالش برش توضیح بدید. پرپر است، کمپر است. امروز همین رقمی که ما شما شاهد هستیم، خیلی کفترهای ما، خیلی کفترها را بعض دوستا صحبتایش شنیدیم که میگفت از امو چیزش از پایده و کج است. به واقعیت امو رقم هست، خیلی کفترها هستن که جنسایشان کم شده یا در حد گم شدن است. همین کفترهای ساوس پتینی که میگیم، حالی یا خط و بالدارش که حالی معمولا بسیار کم شده، چون قد جنسای روشن جوره کردن کفترها را رقم ساخت، یعنی خط بالا گم کرد. یا به کفترهای جنسای پتین که است، یا را قد جنس های سیاه یک جایی کرد، قد جنس های زاغ یک جایی کرد. و کفترم امروز اگر میبینی برات پتین است، مگر برات بخی یا یک مینا چشم میده یا بخی یک دانه زاغ چشم میده. جنس های دیگر آوردیم قدش گت ساختیم. یا اگر با جنس های سرخ و زرد ما هست، میبینیم کفتر زرد سینه جوره میکنیم برات یک زرد کایی چشم میده، ما اونور خود ما سفید میکنیم. یک کفتر زرد پتین کی برات تو زرد کایی میده، یک کفتر سرخ پتین کی برات سرخی آتشی برات میده، چون جنس های دیگر آوردیم گت ساختیم که رنگ یک خورده ما همو چیزش زیادتر بسازیم. همو سفیدی ها خوبی های آمدن با جنس های کفتر آمدن، یعنی که اگر اوصاف خوبی را به کفتر آوردیم، همو سفیدی هایی که باید ددمی چیشم نمایان نمی بود، همونا رو گم ساختیم. کلگیشان قد مکس های کفتر های رنگ هایی که
یک دست استفاده شده. در خاندان کفترهای ساوس پتینمون امروز ما شما میبینیم که بسیار کم از پیش شوقی ها. یعنی یک تشخیص کفتری ساوس پتین یا ساوس مرغابی را نمیتونه بده. ساوس مرغابی را میگه ساوس پتین، اگر ساوس پتین هم هست میگه ساوس پتین. ساوس پتین با مو غبار سینه هست. امروز ما شما میبینیم که در قسمت کفترهای خاندان پتین رنگ‌های مختلفی را که جوره کردن، رنگ زرد گرفته قای سیاه زدن، خوب کفترها به سابق کاسنی یاد میشد. ولی امروز هم کاسنیا را شوقی ها میگه به نام نامای جدید سر از اون کفتر زیره یاد میشه، نمیدونم چی یاد میشه. عزیزای دل من رقمی که گفتیم خیلی کفترها یا جنسشان بخی گم شدن، یا اگر گم هم نشده باشه در حد گم شدن است که شوقی ها خب بازم هم روی حساب چیز شوق دارم. کفترهای کامرای مزاری خب جنس وطنی هست، مگر امروز که ما و شما غیر از همی شوقی ما اگر کفتر به حساب قسمت پریش استفاده بکنه که یک رنگ هوا داره، مگر ما و شما یک کفتر زیر جال نگاه میکنیم کدام های ما از اون کفتر داریم؟ نگاه نمیکنه. هم چیزی که نگاه نکنه که از اون تولید مثل نکنی کفتر گم بشه، هر چیزی که باشه. کفترهای کامرای مزاری بسیار کفترها او هم یک نمای خود داره، یک مقبولی خود داره، چون مردم علاقمندی برش ندارن اونم گم شده رئیس. دوستا و عزیزان جهان سپاس از حوصله‌مندی تک و تک شما نازنینا. صحبت های ما در قسمت کفترهای پتین یا ششتری یا مرغابی یا سینه همه قدر بود. سفر برای شما نازنینا واز میکنیم. دوستا و عزیزان اگر کدام سوالی داشته باشه در خدمتشان هستیم. یک شب و روز خوب به تمام شما نازنینا میخواییم. دوستا و عزیزان یک جهان سپاس از جناب انجینیر صاحب موسوی که صحبت های عالمانه خود داشت و برای ما و شما چی خوب واضح توضیح کرد و حوصله داشت. برای جناب موسوی صاحب حوصله بیشتر می خواهیم و صحبت های بیشتر را در آینده با ما شما داشته باشد. دوستا و عزیزا از طرف ما برش یک چای چک است. زنده و سلامت باشین و حوصله مندی از اونم برش می خواهیم. اوقات خوش بر تک آدک تا می خواهیم سفر برای تان باز کرده میریم به سراغ شوق و سوالات. زنده و سلامت باشین، اوقات خوش.